سلام آقای ثابت‌ایمانی و با درود بسیار به جناب عالی و همه همکاران عزیز در شبکه جامعه توده پارس و بینندگان، آخرین گزارشی که لحظاتی پیش به دست من رسید حاکیست که تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز مردم که با حمله نیروهای سرکوبگر به خشونت کشیده شد، دست کم سه از جوانان ما بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و به شهدای راه آزادی ایران پیوستند. این حادثه در نزدیکی میدان آزادی روی داد. از رقم دقیق مجروحان هنوز خبری به دست ما نرسیده، ولی منابع خبری گفتند که ماموران جنایتکار جمهوری اسلامی ساعتی پیش در نزدیکی میدان آزادی به سوی مردم آتش گشودند. در بولوار کشاورز و خیابان کارگر جمعیت انبوهی در خیابان‌ها به حرکت درآمدند، به طوری که افراد نیروی انتظامی ناگزیر به فرار شدند. منابع خبری از تهران و شهرهای کشور گزارش‌های مشروعی از حضور میلیون‌ها تن از مردم، زن و مرد، جوان و پیر در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی و نقاط مرکزی یا در مقابل دانشگاه‌ها و مراکز علمی سراسر کشور فرستاده‌اند که از هنگام ارسال گزارش‌ها خلاصی از آنها را به آگاهی هموطنان عزیز می‌رسانند. مردم در تهران به تدریج از ساعت 3 بعد از ظهر خانه‌ها را ترک گفتند و وارد خیابان‌ها و میدان‌های محل زندگی خود شدند تا موجی از جمعیت ناراضی را که از همبستگی و اتحاد ملی حکایت می‌کند به راه اندازند و خشم خود را از جمهوری اسلامی ابراز کنند. مردم علی‌رغم گرمای شدید در تهران و شهرهای جنوبی کشور حضور گسترده خود را در خیابان‌ها به نمایش گذاشتند. ساعت‌ها قبل و از بامداد جمهوری اسلامی نیروهای سرکوبگر و لباس شخصی مزدور خود را در میدان‌های پایتخت و به ویژه در میدان انقلاب مستقر کرده بود. یگان‌های ضد شورش را نیز به حال آماده باش درآورده بود. هزاران تن در راهپیمایی به بهانه دفاع از مسلمانان در چین که مورد سرکوب نظامیان چینی قرار گرفتند به سوی سفارت چین در خیابان پاسداران نارنجستان 7 به حرکت در آمدند تا از این فرصت استفاده کنند با یک تیر دو نشان بزنند، هم اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام کنند و هم نسبت به حمله نظامیان در چین علیه مسلمانان که صدها کشته و مجروح بر جای گذاشته است واکنش نشان دهند. حرکت مردم از جنوب، شمال، غرب و شرق پایتخت در ساعت 16 به سوی دانشگاه تهران آغاز شد. با اینکه خیابان‌های اطراف دانشگاه و انقلاب را نیروهای سرکوبگر اشغال کرده بودند، محاضا انبوه جمعیت این نیروها را دچار ترس و هراس کرد و واحد ضد شورش وحشیانه به سوی مردم که شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند و از مسیرهای مختلف وارد خیابان انقلاب مقابل دانشگاه می شدند حمله بردند و ابتدا گاز اشکاور پرتاب کردند، بعد با باتوم همراه با تعدادی لباس شخصی امنیتی به جان مردم افتادند. در میدانهای متعدد تهران نیز گروههای از مردم با دادن شعار مرگ بر دیکتاتور دست به تجمع زدند. در میدان ونک، میدان توپخانه، میدان صادقیه، میدان امام حسین و خیابان کارگر ده ها هزار تن از مردم به طور مسالمت‌آمیز به حرکت در آمدند تا رهسپار میدان آزادی شوند. با افزایش موج جمعیت جمهوری اسلامی تمام تلفن‌های همراه را قطع کرد و چندین فروند هلیکوپتر نیز بر فراز تهران به پرواز در آمدند. پیش از تظاهرات و حرکت میلیونی مردم، مرتضی تمدن استاندار استان تهران که از عوامل سرکوب است در سخنانی گفته بود که تظاهرات امروز مجوز ندارد و اگر کسانی بیرون آیند ملت آنها را همانطور که شنید و خبرها زیر پا له خواهند کرد. اما امروز مردم ایران به ویژه میلیون ها تهرانی با حرکت در خیابان ها مزدوران چست پوش و چاقوکشان حکومتی را زیر پای خود له کردند و ترس و وحشت تمام مقامات و مسئولان رژیم را فرا گرفت، چرا که سرانجام مردم این ستمگران و آدمکشان را نابود خواهند کرد. منابع خبری در ادامه گزارش‌های خود
از همکاری اصناف و مغازه‌داران و دیگر طبقات مردم با تظاهرکنندگان خبر دادند. برخی درهای مغازه‌ها را نیمه باز گذاشتند تا در صورت بروز حادثه‌ای بتوانند جوانان را به درون محل کسب خود راه دهند. تمام بازار تهران نیز در حمایت از مردم امروز تعطیل شد. حتی منابع خبری گفتند بازارهای میوه و تربار وابسته به شهرداری ده تهران نیز تعطیل شد. صاحبان آنها به تظاهرکنندگان پیوستند. اکثر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و پاساژهای اصلی در میدان صادقیه و ستارخان و خیابان ولی عهد تعطیل شدند. از ساعت 5:30 بعد از ظهر مردم خیابان‌های 16 آذر و اطراف آن و میدان انقلاب را به تصرف خود درآوردند، ولی نیروهای سرکوبگر به سوی آنها یورش بردند و صدای تیراندازی‌های متوالی به گوش می‌رسید. با این حال جمعیت انبوه توانست صف سرکوبگران را بشکند و راهی میدان انقلاب شود.